راجع به بحث شما، ببینین آقای دکتر، الان دیگه وقتی یه استعمارگری فرو میریزه، کشورها شکل میگیرن، کشورهای جدید شکل میگیرن، اون قانونها هم فرو میریزه، قوانین هم فرو میریزه. این نه تنها برای ایران که برای خود روسیه هم صدق میکنه. خود روسیه هم سهمش در حد و حدود اراضی خودشه، نه در دیگه نمیتونه تجاوز کنه به سهم آذربایجان، نمیتونه تجاوز کنه به سهم ترکمنستان و کشورهای ساحلی دیگه، چون اینجا بحث اشغال و استعمارگری فرو ریخته. من طرفدار ایرانی که شما میگین نیستم، من طرفدار ایرانی که اشغال میکنه نیستم. خب ما و اعتقاد دارم ما باید این بحث‌های نظری رو پیش ببریم با هم. من اعتقاد دارم که ایران اشغال کرده آذربایجان و عرب‌ها رو، بلوچستان رو. من مثل شما سرزمینی که شما در ذهنتون دارین با سرزمینی که من در ذهنم دارم زمین تا آسمان فرق میکنه. من به آذربایجان میاندیشم، به آذربایجان تلوک، نه به ایرانیت، به ایرانیتی که شما میاندیشین بهش. بعدش من اعتقاد دارم ایران کنون خودش استعمارگره، یعنی استعمارگری نوینی هم در لابلای مطالب و متون روشنفکران ایرانی دیده میشه. خب آقای لبایی متشکرم. حتما من و شما با هم بسیار متفاوتی منظر فکری. شما 100% معلومه که یه تجزیه طلب هستید که اصلا مسئله ندارم، مشکل نداره، حقتون هست جور که میخواید فکر بکنید. ایران هیچ کشوری رو، هیچ منطقه‌ای رو اشغال نکرده. آذربایجان رپابلیک هم مال ایران بود، ترکمنستان هم مال ایران بود، به زور روسیه تزاری ازش گرفت. و آذربایجان هم هیچ وقت هرگز یک کشور نبوده که ایران بخواد اونو استعمار کنه یا بگیره. شما از همین الان به بنده بگید اصلا این کشور کی کشور بوده، یک کشور آذربایجان کجا وجود داشته، واقعا رئیس جمهورش کی بوده، شاهش کی بوده، اصلا کی بوده؟ شما یک دونه شاه که کشور آذربایجانی وجود داشته داشته رو من بگید. آخه باید یک کشور، اگه یک کشوری اگه اونجا بوده باید یک شاهی داشته باشه یا رئیس جمهوری داشته باشه، یه چیزی باید اونجا باشه دیگه. یه سری خاننشین بودن، خانات بودن که جزء ایران بزرگتری بودن و بعدان هم روسیه اینا رو گرفت از ما، بعدان هم روسیه اینا رو آزاد کرد به قول شما و کشور شدن. خب مبارکشون باشه، ما هیچ چیزی نداریم، ادعای روی آذربایجان رپابلیک نداریم. بنده اونجا رفتم، باکو زیاد رفتم، از باکو هم به طرف شمال ایران از طریق تالش اومدم. من خودم تالشم، نصف تالش من توی آذربایجانه. من اونجا 4 شب توی تالش آذربایجان خوابیدم سر رام برای به تالش ایران. به هر حال مبارکشون باشه، هرچی که شده. ولی اینکه ما عربا رو نمیدونم و بلوچار رو و نمیدونم کردار رو و آذریار رو و اینا رو ما تسخیر کردیم و اینا رو ما مستعمره کردیم و از این حرفا، من نمیدونم از تو کدوم کتابا هست و شما چه کتابایی می نویسید. واقعا برای من جالبه که همچی فکرهایی هست. البته هست این فکر، این فکر جدیدی هم نیست. تجزیه طلبی تو ایران یه تاریخ خودشو داره که اینکلا که موفق بشید، من هیچ مشکلی با شما ندارم. من اعتقاد دارم که این جاهایی رو که میگی ما گرفتیم درست عکسشه، از ما گرفتن، یعنی ما بزرگترین کشور اون منطقه بودیم، ما امپراتوری بودیم، ما کی رو گرفتیم. برعکس، شما تاریخ ایران رو در این حتی 500-600 سال، 700 سال، من چی میدونم 300 سال نگاه کنید میبینید که از ما گرفتن همیشه، ما از کسی نگرفتیم. حتی افغانستانش هم به نمیدونم بخشی از همین بلوچستان و همین مناطق دیگه، بخشی از عراق، اصلا ایوان مدائن که پایتخت ما بود در عراقه. در حال میخوام بگم که شما تاریخ رو بهتر بخونید، دقیق تر بخونید،
به حال براتون آرزوی موفقیت میکنم. قربون شما. جناب آقای امیر احمدی عزیز، باید حرف بزنیم. باید که شما طرف استعمارگری ایستاده این، با منی که طرف استعمار ستیزها ایستاده ام حرف بزنیم. ببینید، باید بدونیم که این پروژه ایرانیت به لحاظ تاریخی و حتی فرهنگیش چگونه از کی پدیدار شد. این حتی این کلمه ایران، مگه ایرانی هم وجود داشت؟ خب شما، خب من قبول دارم در ادبیات استعمارگری شما به استعمار شده ها میگین تجزیه طلب، خب در ادبیات استعمار ستیز ها ما به این میگیم آزادی خواه، استقلال طلب. خب این دو نوع مقوله متضاده. خب شما هم میتونین ما رو تجزیه طلب بگین، همچنان که ما به خودمون استقلال طلب میگیم و به شما استعمارگر، اشغالگر. خب باید ما اینا رو حرف بزنیم. باید با شما که هنوز در رویای این هستین که آذربایجانی که اون بخش از آذربایجانی که مستقل شده هنوز فکر میکنیم مال ایرانه، خب شما باید سندها، شما باید عوامل و شما باید نشانه ها و علامت ها و اشارت ها را بگیم به ما. خب زبانش مگه زبان ایرانیه که شما فارسیش میدونین دیگه؟ زبان ایرانی من نمیدونم این ایران چیه که زبانش چیه. مگر ما در ایران ملت داریم که شما ملی میگین ایران ملی؟ مگر ما ملت ها داریم در ایران؟ خب ملت هایی که اشغال شدن بیشترشون. ما باید این حرف ها را بزنیم. ما باید عقده های تاریخی را فراموش کنیم. ما باید بدانیم که الان خواسته ها و الان حرف ملت هایی که در زنجیر استعمار هستند چیست. ما خب عرب ها چه میخواهند، بلوچ ها چه میخواهند، خود ما چه میخواهیم، چه به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و حتی جغرافیایی چه بلاهایی که این استعمارگری ایرانیت، این مرکزگرایی تهرانیت بر سر ما نیاورده است. خب ما باید اینا رو حرف بزنیم. ما نباید در بریم، نباید بگیم بای بای. نه، نمیشه. یعنی شما به سلامت، چون متضادیم، نه چون فرق میکنیم، نه اتفاقا ما باید این حرفا رو بزنیم. چون من میخوام برای شما از اتحافهای تاریخی، میخوام از جلیات تاریخی، از تاریخ نگاری زائلی که درست شده است در بطن ایرانیت با زبان فارسی، با استفاده از زبان فارسی، این همه سانسوری که میشود، این همه استحالی که میشود با استفاده از زبان فارسی و فرهنگ ساختگی به قول شما آریایی، خب اینا رو باید ما با هم حرف بزنیم. ما باید شما باید قبول کنین که ایران یک کشوری است، ممالک مبنا، ممالک محروسه است. یعنی مملکت هایی را در حراست، در اشغال نگه داشته و باید قبول کنیم که ایران یک استعمارگری دو بازو، دو چه بگم من، استعمارگری است که شامل دو قدرت تاج و عمامه. یعنی من اینا رو، یه استعمارگری که از سلطنت و دیگری به استعمارگری دینی، یعنی دو چهره، از این دو چهره قویش استفاده کرده. باید اینا رو ببینیم، بدانیم، حقایق را بگیم. دلیل شما تا به حال حقایق رو مخفی کرده ایم. ببینید، مخفی کردن فایده نداره. غیاب ملیت ها در فرهنگ، غیاب ملیت ها در گفتگو، غیاب ملیت ها در عرصه های سیاسی و فرهنگی دیگر مفهومی ندارد. باید اینها رو حرف بزنیم. ضمنم که من هم تشکر میکنم ازتون. حتی میخوام تأکید کنم، علاوه کنم که همین خود واژه تجزیه طلبی که شما استفاده میکنید نزش، نشان دهنده این است که ایران، ایرانیت کنونی استعمارگره. خب یه استعماری وجود داره، اشغالی وجود داره که شما ما رو میگین تجزیه طلب دیگه. چرا ما رو تجزیه طلب خطاب میکنین؟ خب تجزیه از چی؟ تجزیه از اشغال دیگه، تجزیه از استعمار دیگه.
آقای لبایی عزیز، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ببینید، نه من در نرفتم و نمیخوام در برم. من مطمئن نیستم این گفتگوی سالمیه، برای اینکه هیچ وجه مشترکی وجود نداره. یعنی شما هم اکنون تصمیم گرفتید، حالا به هر دلیلی، که ایران استعمارگره، اصلا ایرانی وجود نداشته، اصلا چیزی به نام ایران جعلیه و از این حرفا. ولی از اون طرف اون چیزی که وجود داره به واقعیت این اقوام هستن. خب اگه میگفتی اقوام وجود دارن و ایران هم وجود داره، و خب میتونستیم با هم حرف بزنیم، ولی شما اصلا وجود ایران رو نفی میکنید. خب من نمیدونم از کجا من شروع کنم، اصلا با چجوری با حرف بزنم. دو تا نکته. اولا دوست عزیزم، این جریان یه تاریخ داره. ما ستارخان داریم، ما باقرخان داریم، ما کسروی داریم، ما تقی‌زاده داریم، ما آخونزاده داریم. توی آذربایجانی از افتخارات کشورن، همش نمازرین. خب ما، شما یک جوری صحبت میکنید که اینجا که انگار فقط یک آقای لبایی و یه امیر احمدی هستن. نه عزیز من، یه تاریخی اونجا وجود داره. من ضمن این که برای حرفات احترام زیادی قائلم، ولی در عین حال احساس میکنم غیر تاریخی صحبت میکنی و از رو سر همه این بزرگای آذربایجان خوبمون و خودمون داری میگذری. نکته دوم، نه من و نه شما مسئولیت خاصی نداشتیم. نه من استعمارگر بودم، نه شما کس جایی رو تجزیه کردید. ما داریم از یه فکر حرف میزنیم. وقتی میگم تجزیه طلبی، دارم از یه فکر صحبت میکنم. حالا شما بگو استقلال طلبی، خب چه فرقی میکنه؟ طرف حالا شایدم باید بگیم استقلال طلبی که شما بیشتر راحت باشید باش، ولی واقعیت اینه که میخواد هر استقلال طلبی میخواد تجزیه کنه. ای که درش حتما شکی نداری، یه چیز منطقه. برحال من فکر میکنم این نوع بحث ها خارج از چارچوب تاریخ معنی نداره. یعنی هم شما یه ایده هایی دارید، من هم یه چیزهایی دارم، و برحال یک جوری داریم از همدیگه میگذریم، تقاطع نداریم. ضمناً من فکر نمی کنم اونقدر به اصطلاح آریایی باشم که شما فکر میکنید. مثلا نمیدونم تو کجا، ما از کجا شنیدید من از این صحبت ها کردم. من تصادفاً برعکس، شاید جز نادر 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 ایرانی های هستم که تخصص توسعه منطقه‌ای دارم. مثلا درس میدم، کورس درس میدم به نام ریجنال دیولپمنت، توسعه منطقه‌ای. و من جز باز نادر کسانی هم که در مورد اجهاف به مناطق مختلف کشور زیاد نوشتم، مقالات مفصلی سر نابرابری های استانی، منطقه‌ای، قومی صحبت کردم. و من اصلا تنها کسی هستم که در مورد جنبش های قومی یه تئوری دارم، تو ایران هم چاپ شده، به انگلیسی البته در اومدند، conceptual framework for collective ethnic movements. یعنی اینکه چرا اصلا اقوام دچار این گرفتاری هایی میشن که شما ازش صحبت میکنی، حالا استقلال طلبی، تجزیه طلبی، خودمختاری و غیره و اینا. اینا رو من خیلی با دقت من بررسی کردم. حالا وقتش شد یه وقتی یه سری به وبسایت من amirahmadi.com بزنید، اینا اونجا هستن. مخصوصا میخوام روی اون نظریه های قومی من یکم بیشتر مطالعه کنید.
من اصلا برخورد سیاسی با مسائل قومی نداشتم و ندارم. من تصادفاً یه برخورد بسیار بسیار دموکراتیک به این جریان دارم و یک برخورد بسیار انسانی به این جریان دارم. اعتقاد دارم اقوام ایران هم به طور ذهنی سابجکتیو و هم عینی ابجکتیو مورد استثمار قرار می گیرن. البته اینم بگم که من زیاد مطمئن نیستم که آذری ها واقعا اونقدر استثمار میشن که بخشی از مثلا خود من که تالشم میشن. تاریخ واقعیت اینه که شما الان برید در این 40 سال گذشته اتفاقی رو تبریز افتاده رو ببینید، بعد بیایید اتفاقی رو تو رشت افتاده ببینید. یعنی رشت تقریبا همون رشت 40 سال پیشه با یه تفاوت کوچیکی، در حالی که تبریز تبدیل به یه غول شده. من خیلی خوشحالم که اینجوری شده، برای اینکه گفتم من تبریز شهر دوم منه. ولی دارید بی‌انصافی میکنید یه مقدار، هم در رابطه با من و هم در رابطه با اینکه چه اتفاقی برای آذری ها افتاده. حالا اگه میگفتی کوکیله بویراحمدی ها، بلوچ ها، ایلامی ها، خیلی جهت تالش ما که خیلی متاسفانه باختن بعد از انقلاب و اصلا نصف شد، مثل خود آذربایجان شما، ما هم تالشا نصف شدیم، یه مقدارمون تو آذربایجان رپابلیک جب این وریم. به هر حال یه اتفاقات اینجوری افتاده و ای کاش هممون یه جا بودیم. بحث اگه بحث تاریخیه باید بحث تاریخی باشه دیگه. یعنی شما هی میگی که من بهش بگم تجزیه طلب، من نمیدونم دارم چشم ما از تاریخ میبندم، نمیدونم ایرانی وجود نداشته. خب این که نمیشه که عزیزم، این برخورد اینجوری نباید بکنید. باید من از این که آدم مطلعی هستید و دارم با یه آدم مطلعی گفتگو میکنم خوشحالم، اما دلم میخواد که در چارچوب همون اطلاعاتتون باشید و چیزایی رو دارید هم به من نسبت میدهید و هم به ایران و هم به تاریخ ما که جدا واقعی نیست. حالا در هر واقعیتی یک سری دروغ وجود داره و در هر دروغی یک مقدار واقعیت، یعنی نه هیچ دروغی محض و نه هیچ واقعیتی محض، همه چیز خب نسبیه. ولی با این وجود اون چیزی که شما در مورد ایران میگی خیلی بیش از حد غیر واقعیه. ایرانی وجود نداره، ما ممالک محروسه هستیم، یعنی یه درو برداشتیم استعمار کردیم چسبوندیم به هم. ببینید همه کشورهای دنیا یه تاریخی دارن و همه‌شون یک وقتی امپراتوری بودن، هر یک وقتی همه به هم دیگه چسبوندن، مگه روسیه که شوروی شد که دیگه کمونیست هم بودن دیگه، که سوشالیست هم بودن، مگه نچسبوندن همین آذربایجان شما را 70 سال زیر یوغ خودشون نداشتن؟ بعدش هم نه که با سه صدر ولش کردن، رفت سقوط کرد، حکومت سقوط کرد، آذربایجان اومد بیرون برای خودش یه جمهوری ساخت. میخوام بگم که همه کشورها، ایران هم یکی از اونها، آره یک وقتی ممالک معروسه بود، یک وقتی هم کورش بود یا داریوش مخصوصا که نصف دنیا رو داشت. خب عثمانی ها هم یک وقتی نصف دنیا رو داشتن، اسپانیا هم گرفته بودن. این تاریخ عزیزم، این تاریخ. شما از یه دفعه از سر این تاریخ میپرید میگیرید خیر ایران رو و امروز که بله شما استعمار کردید و از یه حرفا. بعدش هم بهتون بگم من کارم اینه، کارم همین بحث نوع شکل دهی به سازمان های اداری یک کشوره. ببینید خیلی از کشورها فدرالیست هستن، مثل فرض کنیم نایجریه، ولی هیچ کاری نتونستن بکنن. فدرالیسم، استقلال طلبی یا هر چیزی دیگری
اینا راه حل نیستن، وگرنه خب خیلی کشورهای زیادی تو دنیا داریم که مستقلن ولی به درد خیلی عوض میخوام هیچی نمیخورن، بیچاره کردن مردمشون. یمن یکی از اوناست، افغانستانه. من میتونم معذرت میخوام، من در سرما خوردم. خیلی کشورها هستن، یعنی فکر نکن که حالا اگه فردا آذربایجان مستقل شد مسائل حل میشه. ده اگه حتی فردا هم که من آذربایجان رو بگم آقا تو مستقلی، یه عده آدم استثمارگر خونخوار آذری میافتن به جون طبقات فقیر و کارگر و کشاورز همون آذری و پدرشون رو در میارن. شما باور ندارید برید توی آذربایجان رپابلیک ببینید الهام علیوف داره چه کار میکنه، داردستش دارن چه کار میکنن با مردم. یک حکومت دیکتاتوری بسیار بسیار شدیدی رو که صد رحمت به جمهوری اسلامی اقلا یه انتخابات نمایشی و فرمایشی میکنه، هیچ، همه چیزی رو دستشه، میلیارد میلیارد هم دارن میدوزدن. بنده رفتم آمنده آذربایجان زیاد رفتم، بعد باکو رفتم، رفتم از اونجا از طریق تالش، اونجا رو خوب میشناسم، بهت قول میدم خوب میشناسم. بهت میخوام بگم که شما یک مدینه فاضله ساختید از یه جریانی که انگار اگه مستقل بشید همه چی حل میشه. نه نمیدونم، اگه زدیت با ایران بکنید مشکل آذریا حل میشه، از یه حرفا. اینجوری نیست عزیزم، متاسفانه هر جا که بری آسمون همین رنگ، همیشه این جریان طبقاتیه، همیشه استثمارگر و استعمارگر خواهد بود و همین جوری هم هست. حالا شما یک مبارز مستقل طلب، استقلال طلب هستید، خدا قوتتون بده. ولی میخوام اینو بگم بهت که گول این جریان های استقلال طلبی و تجزیه طلبی و هرچی میخوای بگید رو نخور، برای که در ته خطش بازم به همون جا میرسی که حتی امروز نبودی بدتر میرسی. توی آذربایجان رپابلیک بدتر بهش رسیدن تا در آذربایجان خودمون. بهتون قول میدم مردم طبقات فقیر، یعنی 50-60% آذری های ما، وضعشون از آذری های آذربایجان رپابلیک بهتره. اونم اونا 5-6 میلیون نفر آدم هن. اون همه هم پول نفت دارن، ما در طرف ما 25-6 میلیون نفر آذری هستیم، هیچ یک ذره هم پول نفت طرف شما نیست، نه چای نفت دارید نه چای گاز دارید، چیزی ندارید. یعنی شما اگه خدا نکنه یک روز شما مستقل بشید، به نظر من یکی از فقیرترین کشورهای منطقه خواهی شد. من اینو به عنوان یک کسی که توی علم توسعه کار کرده، علمی کار کرده، دارم بهتون عرض میکنم. من توی زمنان 4 سالم توی تبریز زندگی کردم، من تمام مناطق آذربایجان هم گشتم، من عاشق اون منطقه هم، خودم هم تالشم که بغل دست شما هستم و از همه مهمتر نسبت بیشتر تالشمون الان اصلا ترکی حرف میزنن، همشون دارن ترکی حرف میزنن. اصلا نسل من برمیگردیم به سپهبد امیرعمدی و نمیدونم پدر بزرگ من و اینا، ما ترک بودیم اصولا، ما از قفقاز اومدیم. به هر حال نکته‌ای که من دارم اینه که خیلی آرمانی داری حرف میزنی و خوشم هم خوبه. خب نمیدونم چند سالت هست، احتمالا سن سال من هستی که در حدود آخرهای 60 و اینا هستید، ولی هرچی هست واقعیت اینه که باید به این مسائل با یک دید واقع بینانه و واقع گرایانه نگاه کرد. کتابی مشکل حل نمیشه، اینکه شما استقلال طلب بشی و مسئله حل میشه، اینجوری نیست. من بهتون ده ها کشور نشون میدم که مستقلن، فقیر فقیر و فقیرن، ای کاش مستقل نبودن میرفتن زیر بار یکی دیگه. کشورهایی رو من بهتون نشون میدم که فدرالیست هستن، فدرالن، نتونستن هیچ کار کنن. اقوامی رو میگم بهتون که تجزیه شدن یا استقلال پیدا کردن و نتونستن کاری بکنن. اما معناش این نیست که همه اقوام اگه مستقل بشن
خدای نکرده بعضشون بد میشه، یه دم بعضشون خوب میشه، به حال زندگی دیگه بستگی به اون جا داره. ولی نکته که من دارم اینه که مشکل با استقلال و تجزیه حل نمیشه، مشکل یک جوری دیگه باید حل کرد. شما همین کشور خود ما رو نگاه کن، ایرانو، مگه مستقل نیست؟ خب کشور مستقلیه که به قول شما استعمارگرم هست. خب ببینید وضع مردمش چطوره، آخه انصاف داشته باش. با خدا بخش اکثریت ایرانیایی که دستشون به جیبشون میرسه بازم آذریان. شما برو ببین، ببین چه وضعی این به اصطلاح فارسا دارن. چه فارسی؟ یه عده فارس استعمارگر به قول شما که به نظر من استثمارگر، و یه عده فارس هم فقیر و بدبخت و بیچاره استثمار شده. این عین همین در مورد آذری ها هست، در مورد کرد ها هست، در مورد بلوچی ها هست، همه هستن. دنیا دنیای طبقات عزیز من، دنیا دنیای اینه. ما قرار بود جهان وطنی باشیم، ما قرار نبود تیکه همدیگر رو تیکه پاره کنیم، ما قرار بود جمع شیم. همیشه لطفی که در جمع شدن هست در کم شدن و در تجزیه شدن نیست. من نمیخوام خدای نکرده احساس بکنی که من دارم موعظه میکنم. شما آدم با مطالعه و مرد شریفی هستید، به خدا بهتون عمر طولانی و عزت بیشتری بده. ولی میخوام بگم که احساس من از نوع حرف زدنات اینه که خیلی ایدئالیست و آرمانگرایی و اینا هستید و به واقعیت ها توجه ندارید. یعنی این حرفاتون رو توی متن تجربه ها نمیذارید، توی متن واقعیت ها نمیذارید. شما انگار که اگه آذربایجان فردا مستقل میشه گلستون میشه. نه اینجوری نیست، میدونید اینجوری نیست. و در عدم استقلال هم ممکنه گلستون نشه یا برعکسش هم نشه. یعنی میخوام بگم جریان فقط در این قسمت نیست، مشکل یه جای دیگه ایه. شما اون قسمت رو کلن فراموش میکنید. من اگه جای شما باشم به جای کلمه استعمار از کلمه استثمار استفاده میکنم. فارسا استثمار میکنن، آره من بهتون قول میدم فارسا استثمار میکنن، بخشی از آذری ها هم استثمار میکنن، حتما استثمار میکنن. آیا کسانی هستن در کردا که استثمار میکنن؟ 100%. ببینید یکی از دعواهای منطقه‌ای همیشه اینه که الیت های استثمارگر این الیت ها با هم دعوا دارن سر اینکه کی باید بیشتر استثمار کنه. الیت استثمارگر فارس با الیت استثمارگر آذری دعواش سر اینه که کی حکومت رو بگیره که جیبشو بیشتر پر کنه. این واقعیت تاریخ ما بوده، هنوزم هست. الیت استثمارگر کرد با الیت استثمارگر آذری دعواش سر اینه که کی باید رهبر باشه و کی باید کنترل بکنه، یعنی کی باید این دزدی‌ها رو بیشتر کنه، پول بیشتر بزنه به جیب طبقات فقیر و بدبخت بیچاره دو طرف رو استثمار بکنه. من اگه جای شما باشم از در چارچوب مفهوم استثمار میرم جلو، نه از استعمار. نمیخوام بگم که استعماری وجود نداره، استعمارم وجود داشته، هنوزم داره. اما باور کنید اونی که استثمار امروز میکنه اون همون چیزی که استعمار مثلا دو قرن قبل میکرد یا حداقل یک قرن قبل میکرد. اون استعماری رو که انگلیسیا یا فرانسویا بر افریقا و آسیای جنوب شرقی تحمیل کردن، یا ژاپونیا علیه چینیا، برید تاریخ رو بخونید، معنای استعمار اونه. میلیون‌ها نفر آدم رو کشتن، فیزیکی کشتن. آقای لبایی ما اونو بهش میگیم استعمار. از لندن پا میشد میرفت تا ته افریقا، میرفت و بومی های بدبخت بیچاره رو تیکه پاره میکرد، زمیناشون رو میگرفت، اینا رو برده میکرد. یا میرفت چین اینا رو میکشت، مجبورشون میکرد تریاک بکنن براشون. ما استعمار رو این میگیم، نه اینکه حالا یک کشوری هستش که
مثلا 20 تا 15 تا 5 تا 10 تا قوم دور هم جمع شدن دور یه سفره دارن با هم زندگی میکنن، کم یا زیاد. اینا استعمار نمیگیم، اینا استثمار میگیم. بنابراین من میخواستم بگم که لطفاً به مفاهیم بیشتر تاریخی نگاه کنید. یه وقتی استعمار بزرگ بود ولی امروز استثمار بزرگه. امروز دیگه اون حتی اگر استعماری هم باشه بهش میگیم استعمار نو. استعمار نو در واقع به شکلی همون استثماره که ما درش ازش صحبت میکنیم. یعنی امریکا بدون اینکه هیچ کشوری رو به زور بگیره غیر از البته عراق و افغانستان، خیلی کشورهای دنیا رو، حتی اروپا رو، حتی کانادا رو استثمار میکنه غیر مستقیم. شما برید توی کانادا، تمام هتل‌های کانادا امریکاییه، تقریبا بدون استثنا غیر از هتل محلی. تمام اتومبیل‌های کانادا امریکاییان غیر از اونایی که از چین و چه می‌دونم ژاپن و جاهای دیگه میاد. استثمار یک بخش دیگریه. دنیا دنیای استثماره. دنیای امروز دنیای استعمار نیست. دارن سر ما کلا می‌ذارن. این استثمارگران جهانی دارن استثمارمون میکنن، بعد ما رو سوق دادن به سوی تفکر اشتباه استعمارگری داخلی و محلی. آقا تهران استعمارگر منطقه است. نه، تهران استثمار میکنه، تهران استعمارگر نیست. اصلا معنای استعمار این نیست. تبریز میانه رو، من چه میدونم، مشکین شهر رو استثمار میکنه، استعمار نمیکنه. ما توی خود تبریز، من توی اونجا بودم میدونم. حالا شما نگاه کنید وضعیت تبریز رو، برید توی دهات 10 کیلومتری تبریز رو نگاه کن، مثلا جای دیگه هم نرو، تو 10 کیلومتر تبریز برو اون برتر ببین. میری توی قرن 18، تو قرن 17. خب اینو که دیگه فارسا نگفتن که تبریزی ها شما اون منطقه 10 کیلومتر از خود تو بردار نگه دار مثل قرن 17. این که انصاف نیست که بازم بگی اینجا هم فارسا کردن. نه عزیز، من فارسا نکردم، خود آذری ها کردن، خود تبریزی ها کردن. برو ببین تو همون خود تبریزت، برو ببین میلیاردرها رو نگاه کن، بعد برو فقیر فقرا رو نگاه کن. 70% مردم تبریز ممکنه امروز حتی زیر خط فقر باشن، ولی ببین اون 20% دارن چه کار میکنن، بچه هاشون کجا درس میخونن، کجا زندگی میکنن، چه زندگی دارن، چه کاخهایی دارن. نه فقط در تبریز، در تمام دنیا. سر تو کلا گذاشتن، سر من کلا گذاشتن. اینجوری نیست. ما گرفتار یه استثمارگر هستیم که از خودمون هم هستن و میدونید و از خارج هم نیومدن، و اگر هم یک در خارج اومده از طریق همین داخلی ها اومدن. استثمارگرهای خارجی هم از طریق استثمارگرهای داخلی عمل میکنن. برحال من نمیخوام وقت زیادتر از این بگیرم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. برحال امیدوارم که یک روزی همه ما ترک و فارس و تالش و عرب و چه میدونم بلوچی و ترکمن و همه دور لورو دور هم جمع شیم و یک زندگی شرافتمندانه ای برای هممون درست کنیم و نذاریم یه عده استثمارگر درون ما ایجاد تفرقه بکنن با این فکر که بله یه عده از اینا استعمارگرن، ما هم استعمار شده، اونا کلونایزرن، ما کلونی هستیم. همچی چیزی داره. این واقعا شرافتمندانه نیست این حرفشون. اینا یه عده استثمارگرن که میخوان سر من تو رو کلا بذارن، دیدمونو به طرف یه چیزی ببرن که یک وقتی وجود داشت و الان هم ممکنه گاه و گدا این بر اون بر باشه، اما اصل دیگه این نیست. اصل امروز استعمار نیست، اصل امروز استثماره که همون استعمار به اصطلاح نوعه.
استثمار یکی از طریق اقتصادی و غیر مستقیم و سیاسی و غیره تحمیل میشه. این استعمار جدید جغرافیایی نیست، این استعمار جدید به اصطلاح فانکشنال تریتوریال نیست، یعنی سرزمینی نیست، در واقع برمیگرده به فانکشن، چی میگیم، وضعی کارکردیه، مثل ساختمون، مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل فرهنگ، مثل مسائل اجتماعیه. از این طریقه به هر حال امیدوارم که از این بحث فیزیکی استعمار به بحث مفهومیش که همون استثمار هست برسیم. جناب آقای امیر احمدی عزیز، از همون آخر شروع کنیم. میفرمایین که از بحث فیزیکی استعمار به بحث مفهومیش برسیم. خب میرسیم به بحث مفهومیش هم داریم میکنیم، منتها استعمارگرایی همیشه زده به هر وقت که از بحث منطقی و منطقی و جغرافیایی ما خواستیم حرف بزنیم، زده به بحث مفهومی. مفهومی شده گیرم یه بحثیه که بعدم بهش میرسیم. بعد عزیز، خب آره، دورای اول استعمار، عصر باستان و دوران جهانی و قرن 19 و 20 ما ولش کن، ما با آره با استعمار نوین کار داریم. خب اگه ما با استعمار شدگی و با استعمارگری طرفیم، یعنی مفهومش اینه که الان و اکنون طرفیم و این الان و اکنون هم شیوه های نوین استعمارگری رو پیش روی ما قرار داده. خب عزیز ببینین، استعمار میگین استثمارش کنیم، نه دیگه، بحث استثماری خوبه، نه، استثمار یه روندیه. خب روند جهانی داره بیشتر مسائل اقتصادی، اما استثمار، خوب میدونین که استعمار یعنی عدول از مرز خودش، تجاوز به مرزهای دیگران و اشغال مرزهای دیگران، اشغال فرهنگ، ملیت، زبان و دارایی و جغرافیای دیگران. خب استعمارگری اینه. خب ما چرا ما باید استثماریش کنیم؟ خب استثمارم زیر همین بحث میاد. بعد شما میگین آره، ما بحث، من از بحث تاریخی چشممو به تاریخ نمیبندم، اتفاقا اعتقاد دارم بذاریم مورخان ما اونو بحث کنن. خب شما یه تاریخ منو قبول ندارین، تاریخ نگاری خودتون رو قبول دارین، منم تاریخ نگاری خودمون رو قبول دارم. ما، شما اصلا زحمت به خود ندادین که تاریخ ما و تاریخ نگاری ما را، ترک ها را بخونین. خب این یه بحث تسلسلیه، یعنی از شما این کار، از من اثبات. و نقطه مقابلش هم خوبه، از من اثبات، از شما انکار. بنابراین این ربطی به اکنون واقعی، اکنون واقعیت و به واقعیت اکنون ما نداره. خب آره، تاریخ یه سری دروغایی هست، یه همه چیز نسبیه، یه سری چاخانهایی هست که در ادبیات فارسی، که در تاریخ نگاری فارسی بیشتر دیده میشه، یه اسطوره، شما به افسانه بیشتر تاریخ شما چسبیده، شاهنامه را کردین تاریخ و اینا. خب من با این هم کار ندارم، چون ما هستیم، آذربایجان هست، ملت‌های دیگر هستن و این ملت‌های یه جریان واقعی و نوین جدیدیه که حقشون رو میخوان، حقشون رو که استقلالشون رو میخوان، رهاییشون رو میخوان. خب ما باید با این مقوله خیلی منطقی و واقع بینانه برخورد کنیم. بی انصاف هم نیستم. شما میگین تبریز تحول متحول شده، نه، تبریز متحول نشده، تبریز و آذربایجان اتفاقا بیشترین بلا را سرش آوردن، معادنش رو بردن، استثمار کردن به قول شما، بعد دریاچه ارمیه رو خشکاندن و خیلی کارهای دیگه، انسانهای ما را به زور کوچاندند از مناطق آذربایجان، میخوان ملیتهای دیگر رو در مناطق ما جا بدن. اینا یه بحثهایی که باید روش دقیق شد. بعد شما میفرمایین که
آره ما یه وقتی ممالک محروزه بود، یه وقتی ایران، یه وقتی کوروش بود و عثمانی هم همین طوردن. شما هم تعریف دقیقی از ایرانیت ندارین، یعنی ایرانیت تعریف دقیقی نداره. کی بود؟ چی بود؟ ممالک محروسه بود، بالاخره خراسان بود، چی بود؟ ما ایران که نداریم، خراسان بود دیگه. عرب ها که اومدن خراسان بود، اون وقت ایرانی وجود نداشت. بعد شما شکل دهی به سازمان های اداری یک کشور کارتون اینه. خب آره شما میتونین این کارو بکنین، شما میتونین فدرالیسم و استقلال طلبی را که میگین راه حل نیستن در شکل دهی به سازمان های اداری یک کشور. بحث ما اینه که اون یک کشوری که شما کشور میگین کشور استعمارگریست، یعنی اون کشور از طریق استعمارگری به وجود آمده و کشورهای دیگری در همون مجموعه هستند که خواهان استقلال و آزادی خودشان هستند. خب این به شما در همه جا میتونیم به این سازمانهای اداری کشورهای دیگه هم شکل بدین، اون بحث جداگانه به نظر من. بعد میگین راه حل نیستن، راه حل از منظر شما نیست. شما میگین استقلال طلبی راه حل نیست، این از منظر شما. اتفاقا من از منظر ما که استعمار ستیزیم اتفاقا راه حل بهتریه. بعد اینو نترسونیم منو که اگه مستقل نشد آذربایجان، اگه مستقل شد چیزی حل نخواهد شد، بدبختتر و فقیرتر خواهد شد. شما مقایسه میکنین آذربایجان، جمهوری آذربایجان، یعنی جمهوریت ما را که منم اونجا بودم، شما که هی میگین بودم، منم بودم، ما هم جمهوری خودمونه دیگه، و دیدم و دیدین خودتون که ببینین آذربایجان، جمهوری آذربایجان اکنون جمهوری جدیدیه، یک کشور جدیدیه. شما اینو میخوان با ایران استعمارگر مقایسه کنین، اتفاقا بهترم شده. شما خزر رو مقایسه کنین با خزر آذربایجان، و یعنی باکو رو مقایسه کنین با خودتون، با خزر ایران، با سواحل خزر. شما دبی رو مقایسه کنین با ایران، اتفاقا اونایی که از ایران جدا شدن، اون ملت هایی که از ایران جدا شدن، ملت ها، اون مستعمره هایی که جدا شدن اتفاقا خوشبخت شدن، به سعادت رسیدن. و شما اینو ما رو نترسانین که فقیرتر خواهین شد و اینا، صد رحمت به جمهوری اسلامی میفرمایین، نه این حرفا نیست. مقایسه نکنین، این مقایسه غلطی اشتباهیه. شما یک کشور جدید و تازه تأسیس شده رو با ایرانیت خودتون، با ایران خودتون مقایسه میکنین، این اشتباهیه، فاحشیه به نظر من. خب اتفاقا تجربه تاریخی نشون میده اون کشورهایی که جدا شدن از ایران خوشبخت شدن. میگین که چه خواهد شد و فلان، بعد شما میگین که گل این جریان ها استقلال طلب و نخور. اتفاقا من خودم یه جریان استقلال طلبی هم، ما خودمون تئوریزش میکنیم، ما خودمون مینویسیم اینو دیگه. به شما اتفاقا من میخوام به شما بگم که شما گول استعمارگری را نخورین، در سراب استعمارگری نمونین، نگاه به دور اطرافتون بکنین. ایرانی که میگین یه وقتی بزرگ بود گربه شده، رواش رواش داره موش میشه، بعد به گول همون هنرمندای خودتون کفش دوزش خواهد شد. واقعیت رو قبول کنین. تا حالا هیچ چیزی از ایرانی که حرف میزنین، از ایران سیاسی و فرهنگی باقی نمونده. به لحاظ تاریخی میگم، سیر تاریخیشو میگم، واقعیت دیگه. به اطراف نگاه کنین کدوم مملکت ها از ایران جدا شدن و جدا خواهند شد. این جبر تاریخی، این واقعیت تاریخی است. بعد شما میفرمایید من خیلی آرمانی حرف میزنم. خب آره دیگه، من یه رویایی دارم، یه آرمانهایی دارم، آرمانی هم حرف میزنم. اتفاقا آرمان ما، رویای ما هم یک دید واقع بینانه و واقع گرایانه است. شما هستین که تو آرمان زندگی میکنین، اتفاقا آرمانگراییتون رو کردین حکومت، آرمانگراییتون رو کردین ایرانیت. یعنی شما چسبیدین به کوروش، چسبیدین به آریای گرایی، چسبیدین به زبان فارسی نژاد پرستیانه، چسبیدین به بخشی از اون زبان که بیشتر
ملیت های دیگر را غایب نگه می دارد. سسبیدیم به اون اتفاقا شما در آرمان اون آرش و رستم و اینا موندین. به نظر من واقع بینانه و واقع گرایانه این است که اکثریت بیشتر ممالک محروس خب ترچ ها، عرب ها، بلوت ها و ملیت های دیگر هستن، دیگر فارس و زبان فارسی که نیست. شما باید این واقعیت رو ببینین. اینا فرهنگ جداگانه دارن، سمبل های جدا دارن، قهرمان های تاریخی جدا دارن، اینا متون های متضاد دیگری دارن که شما اصلا قبولشون نمی کنید. اینا یه واقعیت هن دیگه. اتفاقا مشکل با استقلال حل میشه که شما هی تأکید میکنین نمیشه و من میگم که حل میشه. آره، الیت استثمارگر فارس، استعمارگر فارس با الیت استعمارگر آذربایجان دعوا داریم. دعوای ما خب شاید مثلا به این دعوا شما یه شاخ و برگای بدین. خب استعمارگر یه تاج یه جوری بیاد بگه، استعمارگر یه عمامه یه جوری، بعد استعمارگر یه عمامه خودش، استعمارگر یه دینی خودش شاخه بشه، اصولگرا بشه، اصلاح طلب بشه و این حرفا. اینا خب بازی های استعمارگری در مرز خودتون دیگه. شما واقعیت دینی که تغییر رژیم، اگه میخواین شما تغییر رژیم استعمارگری رو میخوام، خب من هم مشکل من با مخالفت یعنی با اپوزیسیون و رژیم یکی دیگه. ما اصلا با کلن تغییر استعمارگری رو میخوام، ما کلن میخوایم از یوغ این استعمارگری خارج بشیم دیگه. ما را میگن که تراس، نه نه، من چه میخوام اپوزیسیون و حکومتتون، خب این اپوزیسیون و حکومت استعمارگرانه، خب ما خارج از این مقوله، ما بر با هر دوی اینها می ستیزیم. بنابراین در مفهوم استثمار هم چه گفتم که شما فرمودین که مفهوم استثمار بیارین، خب آره این هم یه شکل دیگه از چهره دیگه از استعمار نوینه دیگه. میخواد استثمار رو، بحث استثمار رو داشته باشیم تا به استعمار نرسیم. ببینید چهره های استعمارگری، مثلا نجات پرستی، مثلا دین سیاسی رادیکال، مثلا سلطنت نبی، اینا چهره های استعمارگری هن. ببینید اتفاقا من به مردم خودم هم خواهم گفت و میگم که بیشتر نباید تأکید کنیم به یک شاخه از اینا. مثلا در شعارهامون فقط با نجات پرستی که مبارزه نمی کنیم، با فاشیزم مبارزه می کنیم، با همه چهره ها و سطوح استعمارگری مبارزه می کنیم ما. یعنی در کل ما باید اینو سرلوحه کارمون قرار بدیم. بعد می فرمایین انگلیسا میلیون ها آدم رو کشتن، اونو میگن استعمار. اینو اتفاقا شما هم کشتین، یعنی شما که میگم شاه هم کشت. شاه هم کم ملت از آذربایجان نکشته و از ملت های دیگر. انگلستان کتاب های کسی رو آتش نزده، اما اینا کتاب های ما رو آتش زدن، اینا بچه های ما رو هم دار زدن، یعنی کودکان 10-12 ساله را دار زدن. بنابراین بازم این شعار استعمارگری که جمع شیم سر یه سخره، نه دیگه، ما از این جمع شدن ضرر کردیم، ما دیگه جمع نمیشیم، ما دیگه این سفره سفره استعمارگریه و ما میخوایم سفره خودمون رو داشته باشیم. آذربایجان میخواد سر خودش باشه، آذربایجان میخواد به خودش برسه، نه به سر این سفره استعمارگری. بنابراین من فکر میکنم که تا حدودی جوابتون رو دادم، اما اون یه مسئله هم که میگین که تا 10 کیلومتر تا تبریز برو اونور میری تو قرن 17 خوب، آره دیگه اینا چه ربطی به آذربایجان داره؟ خب اینا سلسله مراتب استعمار، نهادهای استعمارگری، ادارات استعمارگری، آموزش و پرورش، منافذ اقتصادی، همه و همه دست به هم دادن تا این شکل از آذربایجان را به ما نشان بدن و بلا بر سر آذربایجان بیارن. خب این چه ربطی به تبریز داره که تبریز مثلا اونا رو استثمار میکنه؟ این تبریز استثمار نمیکنه، ما داریم در
بعض از شما هم یک مرکزگرایی به شدت فاشیست، مرکزگرایی به شدت فاسد استعمارگری حرف میزنیم، که خب این فرهنگ اون استعمارگری ربطی به فرهنگ تبریز و آذربایجان نداره. فرهنگ حکوم سیستم شما که میگین که من شکل میدم سازمان های اداری را، خب این شکلی از سیاست های سازمان های اداری استعمارگریه، ربطی به آذربایجان نداره. یکم این حرفتون خارج از منطق و حیطه علمی است. بعدش شما، آره من گفتم و بازم میگم، تاکید میکنم که ما کلونی هستیم، ما مستعمره‌ایم، فاقد استقلال سیاسی و اقتصادی هستیم و داریم برای همین مبارزه میکنیم. ملت های دیگر هم همینطور، و خب این مشکل از ماست اگر ما هنوز به ملتمون نتوانستیم بفهمانیم که مستعمره ایم، و انشالله این کار رو هم میکنیم و خواهیم کرد. فکر میکنم که در کل اون که در ذهن من مونده بود از حرف ها و سخنان جناب عالی جوابش رو داده باشم. اگرم چیزی باقی مونده از ذهنم پریده، حتما در آینده جوابش رو براتون ارسال میکنم. تشکر میکنم.